مهربان یاران با پرنس علی پهلوی هستیم. همونطور که میبینید در زمینه‌های مختلفی میخوایم گفتگو کنیم و از امکانات وسیعی هم داریم پخش میشیم. کانال 99 تیوی پرسو فرانسه، FM 952 FM، مهر تیوی.com و پرژین CNN.TV. شب هم از ساعت 23 به وقت پاریس با پرنس علی پهلوی خواهیم بود در استودیو رادیومون کنار برج ایفل. الان در شانزلیزه هستیم، خیابون شانزلیزه 66 برنامه میریم. تا جای رسیدیم پرنس علی پهلوی که شما 18 ساله هستید، یعنی از 7 سالگی، یک سال پس از کشته شدن پدرتون. بله. شما محمد رضا شاه با مادر دیگه میاره ایران. بله. میاین ایران هستین و بین 7 سال تا 18 سال چیکار میکردین؟ بین 7 سال و 18 سال خب رفتم مدرسه، زیاد مهم نیست، یعنی همچین خبرایی نیست، میرفتم مدرسه و زندگی عادی، درس میخوندید و اینا. درس میخوندید خودت در ایران؟ در ایران. درست؟ همش در ایران. و این دیپلمم در دبیرستان رازی میگیرم. خب و بعد میرم امریکا. چند سال هستین میرین امریکا؟ 20 ساله. بله. و اونجا هم سپیریتویلتی، عرفان و سایکولوژی، چی میشه به فارسی؟ روانشناسی رو میخونم. و وقتی برمیگردم ایران میبینم که همه جا فساده. آفرین. همه جا، یعنی از بالا از خود دربار گرفته تا پایین سیستم فسادیه. و وقتی میرم روی زمینا میبینم که نه دادگاه کار میکنه، نه ژاندارمری کار میکنه، نه پلیس، اینا همه باجی شدن. یعنی شما یه دهقان، رشوه، شما یه دهقان باشین، پول نداشته باشین، حتی چیزهایی که دولت مجانی میداد مجانی به مردم نمیرسید، رشوه میگرفتن. و بعد از 2 ماه که رسیدم سر زمینام، در 20 سالگی هر صبح که میرفتم سر دفترم 400-500 نفر جلو درم بودن. همه شاکی. تا از مشهدم میومدن. من گرگان بودم دیگه. از همه جا و حرفشون همشون یکی بود که ما هر کار میکنیم به دانمون نمیرسن. شاخون انصاف گذشته، دادگاه گذشته، پلیس گذشته، جاندارمری گذشته، ولی نمیرسن. شاهکار خودش انجام داده. بله. ولی زیر دستا نمیکنن. و شما 20 سال دارید. بله. چه سالی بود علی جان اون موقع؟ الان چند سالتونه؟ الان 62 سالم. الان 62. اون موقعی که میگیم 20 سال، 42 سال پیش. 42 سال پیش. 42 سال پیش. یعنی شاه خانه انصاف گذاشته، پلیس، ژاندارمری، بازرسی شاهنشاهی و غیره و غیره. بله. و امکانات و رفاه برای مردم. بله. برای کشاورزان، برای کارگران. بله. ولی این زیر دستا اونطور که باید اینو به مردم نمیرسونن. نمیدونن. و البته من میتونم فقط روی منطقه خودم بگم. گرگان بودیم. گرگان. اونجا یه تیمسار مزینی بوده. درست. که رئیس نظامی منطقه بوده. درست. و این یه نوع مافیایی درست کرده بود با دوستاش. و اینها تا مثلا میخواستن یه راه برای زارهی که مثلا یه تیک زمین کوچولویی داشت، این راه میباید مجانی دولت واسهش بکشه، برای اینکه قانون بود و این پول میگرفت. میخواست چاپ بکنه مجانی بود، این پول میگرفت. این رشوه هر جا و هر طور که بگین میگرفتن. و مردم بیزار بودن. من یه نامه نوشتم به شاه، همه رو گفتم. بعد از 2 سال که خوب دیدم ها، یعنی همچین سبکم نگرفتن، یه رفتم تو کار، دقیق رفتم تو، دیدم که این همه نمیشه. یه نامه خیلی مهمی به شاه نوشتم، یعنی چند صفحه به شاه نوشتم. چجوری شروع کردی نامتو؟ مثل یه فایلی. نه گفتی شانشار، یامر، عمو جان، محمد رضا شاه، با چی شروع کردی؟ یادم نیست. خیلی جالبی اگه یاد دیاد. یعنی اون موقع با شاه شما صحبت میکرد؟ علا حضرت. نه با شاه نمیبید، عمو این چیزا نبود. نبود، نه. نه، فقط علا حضرت. علا حضرت. با. مثل واسه بقیه. درست. و حتی شعبان و فرح اینا همه میگفتن و میگن علا حضرت. حالا اون دیگه نه، فرح میگفت مهدی. مهدی میگفت؟ به شاه میگفت مهدی. چرا مهدی؟ یا مهدی، نمیدونم. بگیم محمد رو کوتاه میکرد. اه؟ آره. مهدی. 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 و
هر جلو جمع هم همینه میگفت. آخه جمعی که من توش بودم دوستای خیلی نزدیکشون بود. ممدی، ممدی نمیگفته؟ نه، مدی. 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 مثل این که، اونطوری که یادمه ها. بعد شاه به فرح چی میگفت وقتی صداش میزد؟ یادم نیست. نه. نه. چیز نمیگفت، شاه زیاد حرف نمیزد. حرف نمیزد. اونجا بود و یه عده دلغک داشت که میخندوندنش ولی خودش زیاد حرف نمیزد. حرف نمیزد. گاهی گدار یه جوکی میگفت مثلا. یه جوکی میگفت ها؟ یه جوکی می در میکرد و بعد میرفت ورق بازی. با عدل و خاتم و ایادی و یه عده دوست داشت میرفتن پوکر بازی مثلا. پوکر میزدن. مثل اینکه پوکر بود یا نمیدونم چی. سر پول یا نه؟ نمیدونم. علی تو اونجا بودی میدیدی اینا؟ از دور میدیدم ولی دیگه زیاد نزدیک نمیرفتم. تو با خود شاه هرگز یعنی مشکل نه شاه اون دفعه هم گفت یعنی هم گفتی شاه رو دوست داشتی، یک آدم وطن پرست میدونستی که میخواد به مردمش خدمت کنه. ببین برای من شاه دوتاست، یکی اون کسیست که یه رفتار خیلی ناجوری با من داشت، یکی اون کسی بوده که میخواست وطنش رو پیش ببره. یعنی من ایراد از اون شاهی که برای مملکتش کار میکرد ایراد نمیگیرم، از دربارش ایراد میگیرم و از فرح. برای اینکه این فرح، من میگم که ایران دو تا آدم بود بد بودن واسه ایران، یکی خمینی یکی فرح. و فرح خمینی رو آورد. چرا؟ چطوری؟ انقدر فساد کرد تو این مملکت که زمینه را آماده کرده برای اینکه آدم بتونه بیاد یه انقلاب روش بسازه. فسادش مثلا همون جشنهای هنر شیراز و مثلا اینا منظورته؟ بله. آره. و دوستاش، من تمام دوستاش معاصره کرده بودن دربار رو و میگرفتن، کنترا میگرفتن، نمیچیکار میکردن. ای به دوستاش چیز میداد دیگه، توانایی هایی میداد که زیاد دموکراتیک نبود. ولی خب نامه رو میگفتی، شما یک نامه نوشتی به شاه. بله. بعد از اینکه مردم بهت مراجعه میکردن. بله. مشکلات داشتن. دوستان عزیز اینجا باشید، ما فیسبوک رو باید هواشون داشته باشیم، فیسبوک ما رو یک درود بهشون بفرستیم، اینو بفرستیم رو فیسبوک که لایو هم میتونن ببینن، اینو هم ببینن. بعد داریم دنبال میکنیم با پرنس علی پهلوی هستیم دوستان و یاران مهمان. بله پرنس علی پهلوی عزیز، شما نامه نوشتید به محمد رضا شاه. بله، البته این نامه هیچ وقت من جوابش رو ندیدم. ولی نامه رسید بهش، مطمئن هستی؟ حتی هم نمیدونم رسید یا نه. چی نوشتین در این نامه؟ فقط چیزایی که اتفاق میافتاد بهش گفت نوشتم. شرطم که این اگه ادامه پیدا بکنه مسئله میاره. ها، مشکل ایجاد میکنه. آره، برای اینکه خیلی فساد زیاد بود. خب. و جواب نیومد و سال 1975 منو دستگیر کردن به عنوان کمونیست. که شما کمونیست نبودی؟ به هیچ وجه. یعنی سال هزار چه مدتی از ارسال اون نامه به محمد رضا شاه میگذشت؟ سه سال. تو این دو سال سه سال؟ نه کمتر، دو سال. یعنی تو این دو سال دیدن شما روبل هستی، میخوای به شاه نامه بنویسی، اطلاعاتی بده که نداره؟ یعنی یک آگاهی هایی داری به شاه میدی که نداره، نمیدونه. بله. نامه رو نوشتی، نامه که میرسه پاسخی دریافت میکنی، دو سال بعد از اون برای شما پاپوش درست میکنن که دستگیرت. بله. به نام کمونیست. به نام کمونیست و منو میبندن توی زندون اوین. حالا اینجا علی جان وقتی که این پاپوش ساخته شد، چون میدونید که همیشه جو خودتو پسیکولوژی خوندی، یه جو روانی پیشا پیش میسازن که اینها بتونن موفق بشن در این کارش. در این جو روانی که اینها ساختن، دستگاه امنیتی ساختن دیگه، نه همون دستگاهی که در گرگان بودن بیشتر، فکرم خیلی بالاتر رفته. من فکر میکنم یه حلقه ای بوده نظامی. آها. دورشا. خب این حدس منه. درست. که توش نصیری بوده و یه عده‌ای بودن، اینا شاه رو نگه می‌داشتن و در عوض شاه مجبور بوده گاه گدار به این حالی بده چشماشو ببنده. آها. نگاه نکنه که چه کار دارن میکنن.
این مثل همیشه، مثل الان، مثل همیشه. آره. و این مجبور بود، برای اینکه اینا نگرش می داشتن. و چون که رفتم من با این نگاهم روی کارهایی که می کردن اینا رو انگولک کردم، فکر می‌کنم که گفتن این واسه ما پاپوش درست میکنه. باید ترتیب شد. آره، ترتیب شد. اون وقت از اون طرفم توی منطقه‌ای که بودم، والعزت غلام رضا، اشرف، تمام اینا 20,000 هکتار داشتن. آه، زمین زیاد داشتن. و من سم دهقان را از 7 تومن پوتی رسوندم به 75% درآمد. و فکر می‌کنم که نمیدونم، ولی فکر می‌کنم که این غلام رضا و تمام اینا هم رفتن گفتن این کمونیسته. ها، به خاطر اینکه تو به مردم رسیدی. از دو طرف بهش رسیدی. با اینکه تو تئولوژی خونده بودی، بیشتر میتونیم مثلا بگیم که عرفانی فکر میکردی تا مارکسیستی. اصلا من مارکس رو خوندم، مردی که گوه میگفت. باز یه چیز درست میگفت. مردی که یه بورژوا بوده. کلفتش رو ترتیب میداد. اصلا یه بورژوا بوده. بعد یه چیزی درست کرده واسه مردمان دیگه، واسه خودش که نبود. شما این از کلش در آورد. دیدیم دیگه شوروی چی شد، کجا کمونیست گرفت و خوب شد. راست میگی، راست میگی. جالبه دوستان عزیز، رسید. ما چند دقیقه بایستی قطع و وصل بکنیم. ناله. که فیسبوک همزمان ما رو داشته باشن. باشه. پوزش میخوام که اگه وزخته صحبت شما رو قطع. خب حالا اینجاست که نکته اصلی مسئله پرنس علی پهلوی و زندگی شروع میشه، همین بازداشت شما و اتهام این که شما کمونیست هستید. و بعد رابطه شما با حجت که یک رابطه دوستی بالی. بوده، ولی گویا برنامه‌های دیگه اون داشته که شما خبر نداشتین. ماشینتون رو قرض دادن نداشته. نداشته. جریان حجت چطور شد که حجت مجبور به تیراندازی شد و درگیری به وجود اومد؟ اصلا چی شد جریان حجت؟ حجت یک فرد تنها. در مورد حجت اولا بگین کی بود، حجت چی بود؟ بهمن حجت کاشانی یک پدرش نظامی بود. بله. کلونل ارتش ایران بوده، مشروب خور بوده پدرش، زنش رو کتک میزد، بهمن هم کتک میزد وقتی بچه بود. تنها بچهش بود؟ نه، مثل اینکه دوتا خواهر داشته با یه برادر. خب. ولی این بهمن رو کتک میزد. کتک میزده بهمن. بلکه از مادرش دفاع میکرد. بچه بود. و بهمن رو با کمرمند کتک میزد. آفرین. ببینید داره علی روانی جریانات تاریخی، مسئله روانی، چون روان پزشکه، داره این مسئله روانی رو مطرح میکنه که حجت چرا حجت میشه، چرا درگیر میشه. داره از نظر روانی درگیری داخل خانوادگی رو به عنوان متخصص روانشناس پرنس علی پهلوی مطرح میکنه. دوست عزیز توجه کنید. بله. و این مادرش هم قرآن خون بوده، یعنی تنها چاره مادره، با اینکه خیلی بدبخت بوده، هم شوهره میرفت با خانمبازی، هم مشروب میخورد، هم کتکش میزد. این تنها جایی که داشت قرآن بوده. این بهمن هم میدید که جای پنهان شدن قرآنه و حکومت، یعنی پدر، نادله، زورگوه و نفرت پیدا کرد واسه پدرش. ولی نمیتونست، برای که اکثرا آدم نمیتونه با پدر یکی به دو بکنه که. درسته، درگیر شد. بزرگ که شد، حکومت شد دشمنش. چون یک بخشی از حکومت بود پدرش. یه نوع نظامی حکومت. و خودش یه حکومت خانواده رو داشت دیگه. و این بهمن بدون اجازه ارتش ازدواج کرد با یه خانوم، مثل اینکه خانوم امریکایی بوده. مگه بهمن باید اجازه میگیره؟ و اینکه توی ارتش نیرو هوایی بود. آه، توی نیرو هوایی بود. تو هلیکوپتر بوده. بدون اجازه، مثل اینکه ازدواج میکنه. و چون توی هلیکوپتر بوده و چیز خیلی چی میگن حساسی بوده برای ارتش، اینو زندونی میکنن. چون اون موقع ممنوع بود نیروهای نظامی، نمیتونه. حتی با یک ایرانی میخواستن ازدواج کنن، میبایست زندگی نامشو میدادن ببرن. دقیقا. که این اجازه باید میگرفت. آره. اینم مثل اینکه بهمن اون جریان پدرش بهش میاد، زور میگه میخواد زور بگه به دولت، دولت هم بهش زور میگه دیگه، میندازتش زندون قصر. اونجاست که من باش آشنا میشم، میرفتم خسرو جانبانی رو ببینم. که اونم شاه زندونی کرده بود برای اینکه شهناز
دخترش را نگرفته بود و شا به خسرو یه پرمیسیون 15 روزه داده بود که بره پاریس شهناز رو ببینه. این اصلا ایران بر نگشته بود، یعنی فراری شده بود که بعد برمیگرده شا میکنتش زندون قصر و این بهمن توی سلول خسرو بود. بهمن کی میگیرنش؟ همون موقعی که ازدواج کرده، همون رو مسئله ازدواج میگیرنش. هنوز سیاسی نیست، هنوز سیاسی نیست، سیاسی هیچ وقت نبوده، فقط موضوع اون بوده. و بهمن شروع میکنه به قرآن خوندن اون موقع در زندون. من هم از امریکا میومدم، البته زن بودیسم خونده بودم، تاویسم خونده بودم، تمام ادیان و خیلی تو بودیسم بودم اون زمان. این بهمن هم به من میگه تو که انقدر تو عرفان هستی چرا نمیگه قرآن رو بخونی وطنی؟ من هم میگم خب حرف حسابه دیگه، میرم قرآن رو میخونم و میگم به به چه کتاب فوق‌العاده‌ایه و مسلمون میشم، برای اینکه مسیحی بودم مسلمون میشم و شروع میکنم نماز خوندن و روزه گرفتن و همه چیز سره. بعد بهمن میره سر زمینای خودش، من سر زمینای خودم. زمینای بهمن هنوز که بهمن تو زندانه داره میگی؟ از زندون که میاد بیرون. چقدر زندانی کشید؟ 2 سال. شما هم از امریکا میای، اون 2 سال زندانی کشیده، میرین سر زمیناتون. آره. اجازه بدین فیس پرنس علی پهلوی هستیم و رسیدیم به جایی که اینا همه بعداً به هم وصل میشه و هیچ ایرادی نداره. رسیدیم پس به اون جایی که حجت بهمن هم 2 سال زندانی میکشه میاد بیرون. میاد بیرون. خب شما رابطتون با ایشون چه جوری ادامه پیدا میکنین؟ از قبل هم همو میشناختین؟ از همون 2 سال پیش. قبلی که بره زندان؟ نه نه، فقط در زندان باش آشنا شدم. که خسرو جانبانی با من دوست بود. خب و میرفتم به دیدن خسرو. ها میرفتین دیدن خسرو تو زندان؟ آره، اونم هم سلولش بود. خب بهمن به همین طریق ما با... هنوز شما رو دستگیر نکردن؟ من هنوز نه، هنوز دستگیر. خب دو سه سال قبل از اون، یعنی شما میرفتی زندان به دیدن این زندانی جهانبانی؟ بله. اونجا با بهمن آشنا میشی؟ بله. خب و خب بعد از 2 سال که این آزاد میشه، خب این میره سر زمیناش در رای زنجان. من هم گرگان، همدیگر رو گاه گدار تهران میدیدیم، هر 5-6 ماه یه دفعه مثلا. و یهو منو میگیرن. رفته بودن به دیدن بهمن رو زمیناش. کی رفته بود دیدن؟ شما. آره، با خانومم و بچه هم. بچه چند تا بچه داریم شما؟ اون موقع 2 تا داشتم، حالا 3 تا داشتم. 3 تا بچه داریم. دختر، پسر؟ 3 تا پسر. 3 تا پسر. و بهمن میره زنش رو میگیره، بچه هاش رو میگیره، میره کوه. میگه تو اگه بتونی بمونی تا موقعی که کسی بیاد به این اسب داشته به اسبا برسه تو برس. گفتم خیلی خوب. خودش ولی رفت کو با زن و بچه. عادت داشت بره کو؟ نه، هجرت کرده بود. گفته بود این اجتماع ایرونی الان فاسده، برای همیشه رفت کو، میخواست برای همیشه کول بوشتشو بس بره کو. آره دیگه، رفت دیگه که دیگه بر نگرده. چه کار کنه آخه تو کو؟ میگفت من دیگه با این اجتماع شاه که انقدر فاسد شده دیگه من نمیخوام بمونم، میرم. آقا تو کوه که بره خوردن، خوراک، زندگی، چیکار؟ حاضر بوده بمیره. ها رفت بمیره، رفت خودکشی کنه، یا بمیره یا خداوند مثلا بهش برسه یا همچین چیزی. بهمن یک کم چیز بوده تو، یعنی اختلال حواس داشت؟ نه، یک کم نوروزش بالا بود. بالا بود دیگه، آخه وقتی یکی میگه میرم کوه و آقا خودش قربانی کنه نرمال نیست از نظر. نه نوروزش خیلی بالا بود. باهوش بودا، آدمای باهوشن که روانی میشن. آره، ولی خب یه حالتایی داشت که و آدم یه نوع عصبانیت داخلی داشت. روی خودش خیلی زور داشت، نشون نمیداد، ولی عصبانیت مثل این که بابت پدره بوده، هنوز اون تو بوده. یه زوری بهش میداد که میتونست مثلا، زیاد قوی نبود ولی میتونست خیلی قوی بشه با اون عصبانیت. و این میمونه اون بالا و که بعد میفهمی که این اومده پایین و یه عده رو کشته و رفته تهران، که البته ساواک خواهد به من گفت، من اینا نمیدونستم،
که پدرش رو بکشه، پروفسور عدل رو بکشه، پدر زنش و شاه رو بکشه. پروفسور عدل پدر زنش بود؟ آره. با زنش هم مشکل داشت یا نه؟ نه، زنش که خیلی چیز بوده دیگه، اونم میخواست بمیره باش. آره، خیلی مسلمونای خیلی تیپی خمینی. آه. یعنی اسلام افراطی شده بود، اسلام افراطی. آره، آره، اسلام نبود. و من دائما واسهش آیات قرآن میوردم که این دین سلجوانه است، جنگجو نیست، مردم جنگجوش کردن. ولی شما اصلا کلمه اسلام رو بگیرین یاد بازگشت به سلام. یعنی شما با بهمن بحث هایی داشتید که اون رو سر عقل بیارید؟ آره دائما. اینا رو سابق نمیدونست؟ چی میدونم؟ ولی شما همیشه سعی میکردید که اونو سر عقل بیارید، پونت های مثبت دین رو بهش بگید. حتی هم وقتی خواست بره کوه، من بهش گفتم بهمن تو میخوای بمیری واسه تو راه خدا، بیا بریم مکه پیاده. یه شانس در دو که بمیریم تو راه، ولی تو کارهای ضد دولت نکن. حتی زده بود کارگر خودشو کشته بوده. کارگرها شد. خب این روانی بوده، این روانی بوده، روانی بوده. و روی خب من شما هم خبر نداشتی؟ من خبر نداشتم، یک. دوم من در اسلام تازه وارد بودم. یه نوع عقده داشتم که دیگران در ایران اسلام رو از من بهتر میشناسن. و البته کارهای بهمن من تو قرآن نگاه میکردم پیدا نمیکردم، ولی شک رو به خودم میدم. از آیات قتال زیاد داریم تو قرآن، خیلی زیاده. آره، در مورد کشتار رو که جنگ بود. آره آره، ولی قرآن چون تو همش نخونده. نه، من قرآن 40 سال خوندم. اون چیزایی که میگه بکش در صورتهای خیلی مخصوصیه. سوره توبه که در مدینه. حالا روی قضیه نمیخوام بحث کنم، روی بحث ایدئولوژیکی نمیخوام. ولی خب پس بهمن آدمای خودش چند تا رو میزنه میکشه. میکشه، میره تو کوه دیوانه شده، بعد میخواد بیاد پایین بره عدل و اینا رو بکشه. بکشه که میره دیگه. میره. البته من این چیزا رو نمیدونم. چون نمیدونستی؟ من تو خونم بودم که سال 75 که صبح، یه صبح بیدار میشم، میگم که تمام خونم محاصره است. ژاندارمای کماندو با جسه و یه درجه دار میاد، میگه که آقای بهمن حجت کاشانی کو. میگم چه میدونم تو کوه، هیچی نمیگه. و فقط میگه میدونی که آدم دو سه تا آدم کش، من از کوه میفتم. که البته میدونستم بهمن از این کارا میتونه، ولی نمیدونستم کرده. که هیچی، بعد از یکی دو ساعت میان منو میگیرن. آره، میبرن ژاندارمری خرمدره. از اونجا، از این شولتای ژاندارمری آبی سفید که داشتن، منو سوار اون میکنن، با آژین میبرن تهران. تو راه، تو بیسیم که صحبت میکنن، میبینم که اینا فکر میکنن بهمن رو گرفتن. من میگم نه، من علی پهلوی هم. که اینا میگن آه، پس شما رو میبریم پدو. پدو کجا بوده؟ پدو یه ویلای بوده جاده کرج، که با ماشین ژاندارم میریم اون تو. بعد از نیم ساعت یه پیکان میاد با 4 تا جوون سواک. یه ساک سیاه، کیسه سیاه دور سرم میکنن و کلم میکنن زیر صندلی پیکان عقب. دوباره که رفت، حالا من نمیم کجا داریم میریم، شبم شده، همینجوری میریم توی صدای ماشینه. و ولی منم بعد از شاید یه ساعت میرسیم توی ویلا، صدای این شن زیر زیر لاستیکا میاد. میبینم که توی باغ رفتیم دیگه، آسفالت نیست. و وارد که میشم، میام وارد یه خونه شدیم که تمام اتاقا توش از این تخت خوابایی که باز میکنه پر از این تخت خواب بود، شاید 50 تا تخت خواب. یه آقایی میاد، اسمش چی بوده، گفت میگه که کار شما الان دست اعلیحضرت و تیمسار نصیری دارن بابت شما تصمیم میگیرن، ولی حتما شما فردا صبح آزاد میشید. گفتم خب من چیکار کردم اینجا؟ ما نمیدیم عمو جان. میگم عمو جان گو خورده، من کاری نکردم. و واقعا عصبانی میشم. تو خودم میگم این مردی که این کارو کرده گو خورده. چون نمیدونی چی به چیه.
چون بیخبری؟ من هیچ کاری نکردم. تازه نمیدونی هم که حجت چه کار کرده. هیچ، میدونستم دیوونه است ولی نمیدونستم تا اونجا خواهد آدم نکرده. کشته. خیلی عصبانی میشم. به میگن قضا واسطون گفتم نه، تا من ندونم چرا من اینجا قضا دیگه نمیخورم. اونم میگن به میلتون و فردا صبحش که میگفتن مثلا آزادتون میکنند، فردا صبح بردن اوین. اه شما صبح بودن. بردن اوین. نواده رضا شاه، پرنس علی پهلوی. که یکی از دوستاش یک خطایی کرده، در جریان امر نبوده، میره زندان اوین. بعد سال 1975. منو میبرن اون تو و یه از این زنجیرها داشتن اونو از من میگیرن. میگم چرا؟ میگن که روزای اول زندونیا میخوان چیز کنن، خودکشی کنن، ما نمیذاریم. بعد یه چیز رو چشما میبرن، میذارن و میبرن توی نمیم کجا، ولی خیلی ساکت بوده جایی که میبرن. بعد دو طبقه میریم بالا، اونو تونستم بشمارم و منو میبرن توی اتاقی، در رو پشت من میبندن، بعد این چیز از روی چشمان بر میدارن. میبینم یه اتاقی سه تا تخت خواب داشت، یه پنجره داشت اون بالا نزدیک تاق و میله های اینجوری داشت و میله های اینجوری دو نوع میله داشت و هیچی. منو میبندن اون تو. بعد از دو روز، تا دو روز به من نگفته بودن که چرا من اینجا گرفتم. و من گفتم شما باید قبل از دو روز هر زندونی باید بدونه چرا. چرا نگفتی؟ جوابشون هم بوده که شما کارتون با اعلی حضرت ما نمیدونیم، دستور میگیریم. بعد یه میخواستم نماز بخونم، جا نمازی نمیدن، قرآن میخواستم نمیدن، یه کتاب به من میدن، دموکراسی و کمونیسم، شما اینو بخونید. جلدش یه قسمتش قرمز بود، یه قسمتش سفید بود، رو سفید نوشته بود دموکراسی، روی قرمز کمونیسم. شما اینو بخون. مال کی بود؟ نوشته کی بود؟ یادم نیست. دموکراسی و کمونیسم داشته باشین بچه ها. بر میگردیم با پرنس علی پهلوی هستیم، نواده رضا شاه. همونطور که میبینید به علی گفتم یک فتوکپی از رضا شاه داریم میبینیم، و یا هم پرشین تی وی که persiancnn.net dia.tv که در سراسر جهان ما رو پخش میکنه و شما دارید ما رو میبینید. با پرنس علی پهلوی امروز اطلاعاتی که رد و بدل میکنیم بسیار حساس است عزیزان من، مسائلی است که شما تا کنون هیچ نشنیدید و مطمئن هستم که براتون جالبه و خواهید دید که این اطلاعاتی که امروز شما دارید به دست میارید برای تاریخ ما، یعنی نگارش تاریخ ما هم بسیار حساس و حساب شده خواهد بود، تاریخ معاصر ایران. پرنس علی پهلوی، تا جایی که با هم ما صحبت کردیم که شما بازداشت شدین، دو روز از بازداشتتون میگذره، اعتراض میکنید و میگید که بایستی شما رو امکان بدن که از خودتون دفاع کنید. بعد چی پیش میاد؟ اقلکن بدونم چه کار کردم که اینا جواب نمیدن و شروع میکنن روزی 4 ساعت بله از من سوال میکنن، میبرنم توی اتاق دیگه روزی 4 ساعت بازجویی. 4 ساعت بازجویی که دو نفرن از من بازجویی میکنن، یکی تیمسار سجده‌ایه، یکی یه نفر دیگه بود که اسمش رو هیچ وقت نگفت و یه میزی بود توی اتاق، منو میوردن تو اون اتاق، چشمامو باز میکردن، اینا با یه ضبط صوت اونجا بودن 4 ساعت هر روز، این سوال میکرد، این تموم میکرد، اون سوال میکرد و اینا فکر میکرد که من خیلی زبلم و اینکه اینا مطمئن بودن که من با رزوهای کمونیستی تماس دارم و چون تماس نداشتم اینا نمیتونن منو گیر بندازن. هی سوال بیشتر فشار میوردن که منو زور بکنن که یه چیزی بگم. چون تماس نداشتم با هیچ کس نمیتونستم چیزی بگم. درست. که بعد از 17 روز آخه سواک 5 فرقه بود. درست. که یکی از فرقه هاش میاد میگه که این بابای هیچ کار نکرده. آها. آزادش بکنه. آها. یکی که اطلاعات کامل داشت میاد میگه. که بعد از 17 روز منو آزاد میکنن. بنا بوده 6 ماه بمونم. تو زندون اوین. اقل لکن. بعد از 17 روز منو آزاد میکنن و
البته خونه نشینم میکنن دو سال بعد 17 روز. بعد از 17 روز میام خونه، ولی هر دفعه هر جا میرفتم میباید به ساواک بگم و جای اونجا وقتی میرسیدم ساواک منتظر من بود و همش زیر نظر ساواک بود. یه خفقان کسانی که میتونستم ببینم ساواک تشخیص میداد کیه یا کی نیست و همه چیز زیر کنترل بود. زیر کنترل. خب از این جهت خوب بود دیگه، اینا برای شما پاپوش نمیتونستن درست کنن، چون قبلم که شما رو گرفتن در رابطه با بهمن کاشانی به این خاطر بود که اینها اطلاعات نداشتن از قبل روی شما، یعنی شما شاید کنترل نمیکردن که ببینن شما با این بابات ارتباطی که اونجور باشه ایدئولوژیک نداری. یعنی اگه قبلا هم همین بعضی وقت این کنترل علی جان من فکر میکنم کمک میکنه به این که بعدن برای آدم دردسر نشه، چون وقتی کنترل بکنه آدمو اگر پیش از اینکه جریان بهمن کاشانی پیش بیاد مثلا ساوا یا هر نیروی امنیتی از دور تو رو کنترل میکردن میبینیدن که تو به تماسی نداری. درسته؟ حالا این هم همینطور، یعنی بعدن که شما رو کنترل میکردن برای اینکه دیگه مطمئن باشن که شما توی قضیه نبودید و کسی دیگه نمیاد با شما تماس بگیری که شما نشناسی، که حتی ندونی که تا چه حد بیمار روانی مشکل داره، میخواد بره شما رو بکشه و غیره. البته، ولی اینجا دو تا نکته هست. یکی این که من عاشق آزادیم و هیچ وقت قبول نکردم یه کسی به من بگه چه کار بکن یا چه کار نکن. چه شاه باشه چه هر کی باشه من بالا سرم فقط خداست. هیچ بالا سر دیگه ندارم و نخواهم داشت و نداشتم. یکی دو، شاه چرا شاه نیومد از من بپرسه؟ یعنی شاه هیچ دیداری با شما دیگه نداشت؟ نه نکرد. چرا نیومد از من بپرسه چرا این گوها رو تو کردی؟ خب شاید من اینقدر راپورت ها و گزارش های تندی داده بودم بهش که من با خودش فکر میکرده که تا اگه رو در رو بشه میزنی میکشی. نه شاه میتونست اینقدر ترسو که نبود شاه. من آدم ریغو بودم چجوری شاه رو بکشم که. نه این یعنی شاید یه هیولایی از تو ساخته بودن در چشمان شاه که با خودش میگفت مثلا همین که پشت سرش تو بارها گفته بود که شاه بی خود کرده من فرار کرده. خب تلفن با من حرف میزد. چون نکرد. آیا فکر نمی کنی که تو خودت هم در اون مقطع همین مسئله این که زود عصبانی می شدی خود همین هم یک مشکلی بوده که یک ترس بیهوده از تو داشته باشن که عصبانی بی خود می شدی یا خیلی زود عصبانی می شدی؟ نه من بهمن نیستم. البته بهت بگم به تو حق میدم چون تو هم تو زندگی از بچگی خیلی اذیت کشیدی. نه ولی من زود عصبانی نمیشم، فقط حرف پوک رو من قبول ندارم. حرف حق به من بگن من قبول دارم، هر حرفی که حق باشه من قبول دارم. درست. منتها این باباها حرف حق نمیزن. من هیچ کار بد نکرده بودم، ضد هیچ کس نکرده بودم و خودشون اقرار کردن. این پنجمین ستون ساواک اقرار کرد دیگه. چرا شاه تلفن رو نگرفت به من نگفت که تو چرا این گوهکاری ها رو میکنی؟ نه ببینین، هر کسی مسئولیت خودشو داره. شاه هم مسئولیت. ببین مسلمان های ایرانی خمینی رو خدا کردن. درست. ما هم شاه رو خدا کرده بودیم. و اینا فقط انسان هن که ما خدا میکنیم. خب این سیستم تاریخی ما بوده. آره. این سیستم. دوستان عزیز یه حالی به فیسبوکی همون بدین، دنبال میکنیم با پرنس علی پهلوی برنامه منو نواده رضا شاه. مرسی بابا. میخوای اینجا بشینی؟ نه خوب آمدم. آره یه سری بزنم. باشه.
خب پرنس علی پهلوی دوست نازنین نواده رضا شاه، نواده رضا شاه شما اتتلور بعد از 17 روز بازداشت آزاد میشی، زیر کنترل هستی. پوش میکنم عزیزم. بله، 2 سال زیر کنترل بودم و در این 2 سال میخواستم برم حج که شاه میترسید من برم خارج سکاندال بکنم، آوکا بگیرم، چیزی بگیرم، میترسید دیگه. شاه به مثل ملا نبود، شاه از سکاندال خیلی میترسید. بس الان نگاه علی جان، خیلی با هم رفیقیم، دوست دارم. همین الان من گفتم شاه شاید میترسید تو رو به حضور نمیپذیره. تو گفتی نه شاه بود. نه از من، ولی الان تو خودت متوجه شدی یه ترسی داشت از اسکاندال، از هر چیزی، از اروپا میترسید. آره، از ترس داشت، از فرهنگ چه فکری خواهد کرد، خیلی میترسید. ترس داشت، برای ترس داشت. و گفتن که نه هیچ سفر نمیتونیم بکنیم، که من گفتم بس یه پاسپورت الکی من بدین که به اسم خودم نرم، که دیگه نتونم داد و قال بکنم، خودم نیستم دیگه. ها، اینجا بود که بس اسم جعلی پیش اومد. بله، یه پاسپورت جعلی بوده، یه الکی بوده، فقط واسه یه سفر برای رفتن به حج. آره. خب که وقتی انقلاب پیش میاد، این رژیم جدید منو این اسمو پیدا میکنه، منو اینجوری صدا میکنه. ها ها، رژیم جدید بعد از دیگه میگه علی اسلامی. علی اسلامی. من نکردم. آها، این خواست شما نبود. نه. نیروی امنیتی زمان محمد رضا شاه برای شما به این حج به نام علی اسلامی شما پاسپورت داده. خب، بله. و فقط اینو گفتم که من، که خیلی‌ها میگن که این رفته اسم دیگه‌ای گرفته. آه. این خواستش علی نبود. به هیچ وجه. در قرآن ما داریم که بچه یتیم اگه اسم پدر رو بشناسین، اسم پدر رو بدین، و اگه نشناسین خب اسم خودتون رو بدین. پس در اسلام خیلی مهمه که اسم پدر داده بشه. پس من که مسلمون دعاتشه بودم، هیچ وقت نمیرفتم یه اسم دیگه بگیرم، چون خلاف قرآن بود. درست. ولی این باز فرح و باز این دربار پوسیده آلوده این کارا رو کرده. و بعد خب انقلاب پیش اومد و تقریبا تنها پهلوی که موند ایران من بودم، یعنی پهلوی که مهم باشه. درست. که همدان سلطنه مونده بود، بچه های حمید رضا مونده بودن، حمید رضا مونده بود، مثل اینکه همین، و اینا رو من به دادشون رسیدم. آره. چطوری؟ برای اینکه ببینید، شما وقتی یه زندون اوین داریم، این زندون اوین چی بوده؟ یه لولو خورخوره بوده، یعنی ساخته شده بوده برای اینکه مردم رو بترسونه، جاشون بمونن. ساواک خودش، این به منم گفتن ها، این عکس ساواک رو خیلی بدتر میکرد خودش، که بیشتر مردم بترسن، که مردم بترسن. وقتی منو کردن اون تو، بعد من گفتم توی رعیت ها، توی ایران پایین، این مثل بم ترکید. آره، یادم، من یادم، که علی پهلوی توی اوین حبس شده، و چون اوین ساخته شده بوده واسه ملت، نه واسه خانواده پهلوی. تنها بچه‌ای که تنها پهلوی که رفت اون تو من بودم. آه. پس مردم گفتن که خب بس این از ماست، و اینکه این اوین این رفته زندان. میفهمی چی میگم؟ این شاه منو ساخت. آه. یعنی سیاستاً شاه با انداختن من در اوین از من یه سمبول درست، یه سمبول درست کرد خودش، من نکردم. که بعد همه دنبالم اومدن، خواستم با من حرف بزنن، تمام اپوزیسیون. کیا مثلا؟ اون آدم شاه نذاشت، ولی مثلا فلسفی میخواست با من حرف بزنه، بازرگان میخواست با من حرف بزنه، هله همه. آه. ولی خب نمیتونستم، من که تو بازداشت بودم. و انقلاب که رسید، من شده بودم یه قهرمان واسه اینا. واسه بعضی از اینا. درسته، درسته. و روحانیت سر من دونس شد. آیت الله های عظما و یه روحانیتی که با چپیگری هیچ کاری نداشت، اینا پشت من بودن. انقلابیون و ملاهای چپی
مثل خامنه ای. تمام اینا منو با یه چشم بد نگاه میگرد، این امکان داره پهلوی ها رو برگردونه. سه سال تمام که من در ایران خمینی بودم، چهار بار گروهی که ضد من بود منو اوین کرد. چهار بار رفتی؟ چهار بار. و چهار بار آیت الله عظما و اون روحانیتی که میگفت شاید این به درد ما بخوره من آورد بیرون. اون کی بود؟ اونایی که تو رو می آوردن بیرون کیا بودن؟ اون ورش خامنه‌ای بود، این ورش کی بود؟ رفسنجانی، آیت الله قمی، آیت الله مرعشی، آیت الله ملایری، آیت الله روحانی، تمام آیت الله های عظما. اون وقت حتی به من یه سمت هم دادن. چی؟ مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون، جالبه. و مؤمن آل فرعون داشته باشیم با فیس. پس حتی روحانیت انقلابی را هم شما دو شقه کردی. من نه، خودش شد. خودش شد. خودش شد بابت من. ولی چهار بار شما بعد از انقلاب بازداشت شدی، رفتی زندان. آره. آخرینش چطور میشه که از کشور خارج میشی؟ بعد از این چهار بار باز نمیتونستم بیام از ایران بیرون. نمیذاشتن. ممنون خروج بود. ممنون خروج بودن. تا اینکه دو تا آیت الله عظما میرن پیش خمینی. میگن که این بابای فقط میخواد از ایران بره، بذاریم بره. اینم خمینی گویا، من ندیدم، چهار خط مینویسه میگه که این بابا رو بذاریم بره خارجه. خارج. که رئیس اوین آقای اسمش چی بوده؟ آقای لاجوردی. این حرفو داره میگه که امام انقدر مهربونه که اگه فقط حرف اون بوده تمام پدر سوخته ها از مملکت میرفتن بیرون، ما نمیذاریم. حرف لاجوردی که باز من رو نگه میدارن. بالاخره سه روز قبل از دادگاهی شدن زیر نظر خلخالی منو توی هواپیما سوار میکنن و میرم. اون گروهی که خلخالی میخواد شما رو دادگاهی کنه؟ آره آره. خب به عنوان فئودال. آره. که تقریبا حتم بود که منو میکشن. آره. که سه روز قبلش من یه شنبه بود یادمه، با هواپیمای سوئیسر با زن و بچه‌هام حرکت کردیم رفتیم. سه روز قبل از آره محاکمه که دیگه برنگشت. چه سالی بود؟ 1975. 75 نه 85. نه ببخشید 82. 82. 82 شما از کشور خارج میشید دیگه بچه‌ها، میای پاریس یا سوئیس؟ اول میرم نیس. نیس مادرم، بعد از 6 ماه میام پاریس. مادر الان زنده است؟ نه. کی ما 1995 فوت کرد. 1995 مادرم فوت کرد. 15 سال. مادر چطور بود دوران پایان زندگیش؟ مادرم ببین خیلی این دربار خیلی لطمه زد بهش، اذیتش خیلی خارش کردن، یعنی لهش کردن که تو هیچی نیست اینا، مخصوصا اشرف و شمس. مثل اینکه حسودم بودن و هیچی دیگه. ولی طور عجیب مادرم خیلی طرفدار شاه بوده، حتی با منم دعوا میکرد. مادر؟ آره. خب شاید شاه با مادر در تماس بوده. نه نه، در تماس نبوده. علی شاه رو شاهی بوده دیگه، مادرم شاهی بوده، پیشکارش نمیشه کرد. خودتو هم الان اون شب که در رادیو با هم صحبت میکردیم حرفای جالبی زدی که خیلی تازه بود و نو، به ویژه در رابطه مثلا با کشته شدن و سقوط هواپیمای پدرت، همه فکر میکردن و میکنن که این توسط شاه بوده و خودتو گفتی نه. اینم نکته جالبیه. امکان نداره به اینکه شاه و پدرم نه تنها برادر بودن، برادرهای خیلی نزدیکی بودن. و اگه پدرم میخواست یه کاری ضد برادرش بکنه در جریان مصدق با تانک رفت تو خیابون جنگید، میتونست جای شاه رو خیلی آسون بگیره خودش. و اینم داداشش رو آورد. پس اینا نه، اینا اگه کسی پدرم رو کشت من مطمئنم، حالا البته ندیدم، ولی اون چیزی که قلبم میگه محاله که شاه کشته باشه. چانه. آدم باید انصاف داشته. آفرین. این یکی نکته دیگه که گفتی که بعضیا فکر میکنن هر از چندی تو تا میای صحبت میکنی حرف میزنی، یهو فکر میکنن که پرنس علی پهلوی نواده رضا شاه بزرگ که شباهت هم میبینید به رضا شاه داره،
رضا شاهی که عشق ملت ایران هست، فکر می‌کنن که تو یک آمبیسیونی داری واسه شاهی، واسه وراثت پهلوی و غیره و غیره. در این مورد نظرت چیه؟ خب البته من بین 1954 و 1960 ولیعهد پتانسیل بودم. اینا فکر کردن که روی این پایه من میخواستم شاه بشم و من مجبور شدم توی هرالد تریبیون، توی رادیو لس آنجلس به فارسی، و هر کی که از من پرسید من گفتم من اصلا شاه بشم میمیرم، جای من نیست، جای من نیست، جای شاید جای کسی دیگه باشه، جای من نیست. من آدم آزادی هستم و شاه بودن چیز سختیه. یه فشاری میاد رو این بابایه که عجیب و غریبه و من این فشار نمیخوام. حاضرم واسه مملکتم کار بکنم ولی شاه بشو نیستم. این 100%. و گفتم همه جا و از من پرسیدن بس شاه کیه، گفتم اگه پهلوی برگرده رضاست. یعنی اون رو رضا پهلوی رو وارث تاج تخت بگیم؟ خب بله. چون عموت دوست داری؟ نه، وارث تاج تخت مال پهلوی ها. شما میدین که هیچ سلسله شاه در ایران نرفته که برگرده. درست. در تاریخ، طول تاریخ. درست. امکان داره یه سلسله دیگه پاشه. ولی تو نظر محمد رضا شاه رو که پسرش ولیعهد کرده و بعد از اینکه دیگه بچه دار خودش شد و اینا رو میپذیری و قبول داری که 100%. اریتیه سوادیزان سه سلوی. درصد من نیستم. تو نیستی. حالا هر کی میخواد باشه باشه، ولی من نیستم. و رضا باشه من، واسه من هیچ اشکالی نداره، به من مربوط نیست. ملت ایران حاکم ملته. اگه ملت رضا رو بخواد کیه که بگه نه؟ آفر کیه که بگه منطقه ملت باید بخواد. ملت خودش هم که بارها گفته اگه ملت 98% به جمهوری رای بده من خوشحالم. یعنی خودش هم باز حرف مردم رو میزنه، همینه که شما میگید. با پرنس علی پهلوی هستن عزیز، با پرنس علی پهلوی هستیم، نواده رضا شاه و فرزند علی رضا پهلوی که در یک حادثه هواپیما در سال 1955 جان خودش از دست داد. صحبت های زیادی بود که توسط محمد رضا شاه کشته شده، ولی فرزند دلیرش که اینجا نشسته این رو تکذیب میکنه و میگه که رابطه پدرم با برادرش محمد رضا شاه خیلی خوب بود، خیلی دوستانه بود و هرگز محمد رضا شاه چنین کاری نمیکنه. به ما گفت علی پهلوی که مادرش، اسم مادر چی بود؟ کریستیان نیز علاقه و عشق و مهر خاصی به محمد رضا شاه داشت، شاه دوست بود. خود علی پهلوی به ما بارها امروز تاکید کرد، دفعه بعدم پیشم گفته بود که محمد رضا شاه انسانی بود که برای وطنش، برای میهنش، برای سرزمینش خیلی عاشقانه کار میکرد. ولی خب یک چیز طبیعی است که پرنس علی پهلوی از کودکی تا به امروز رنج‌های زیادی کشیده. رنج‌ها از هنگامی شروع میشه که مادرش غیر ایرانی هست و دستگاه‌های امنیتی و مشاوران محمد رضا شاه اینو نمیخوان بپذیرن و غیره، تا به امروز این مشکلات علی ادامه داشته. من از امروز که سهله، از همون دفعه پیش که با هم گفتگو کردیم، آرزو میکنم که علی پهلوی به عنوان یک شخصیت، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک میهن پرست، لایق و خردگرا که حتی پاسپورت اسلامی هم که بهش دادن اون موقع به خاطر این بوده که بتونه سفر خارج از کشور بره، خواست میل خودش نبوده و ایشون به اسلام سیاسی هم معتقد نیست و معتقد هم هست و دیدید که گفت که بهمن حجت کاشانی افراطی بوده، از نظر روانی مشکل داشته، با اینکه پسر فهمیده بوده، اکثر فهمیده هستن که روانی میشن و تخصصش هم پسیکولوژیست علی پهلوی، تری زمینه متخصصه، چقدر متخصصان ارزش. حال با داشتن این به همه این گفتهایی که امروز حرفایی که از علی شنیدیم که فردا هم یادتون نره، ما فردا هم با پرنس علی پهلوی در همینجا شانزلیزه برنامه داریم که مستقیم برای شما پخشش خواهیم کرد که میتونید ما رو ببینید فردا نیز و فردا چند تا از دوستانم ما میان اینجا که دیداری داریم با علی جان و الی آخر. امشب هم ساعت 11 شب برنامه ما به زبان فرانسه با پرنس علی خواهد. اما نکته ای که در این چند سال اخیر مسئله شد، باز علی عزیز رو ناراحت کرد و عصبانیش کرد، اون انتشار کتابش بود. علی پهلوی تصمیم میگیره کتاب منتشر کنه، کتابش با سانسور مواجه میشه. کتاب رو کی شروع کرده علی جان بنوشتن؟ ببین این موضوع خیلی پیش از نوشتن کتابم شروع شد. من وقتی از ایران اومدم پول از ملت که ندزدی بودم،
اون پولی هم که داشتم ملا دزدیده بودن. بس وقتی اومدم فرانسه سنارم تو جیبم نبود، تو بانکم یک دهشی هم نداشتم، هیچی نداشتم، که رفتم کارهای خیلی پیش پا افتاده رو انجام دادم تا اینکه خبرنگار شدم. چه سالی خبرنگار شدی؟ 1984 شروع کردم تا 87 که درا رو بستن. با پاریمارچ؟ با پاریمارچ، با الکسپرس، با به نام علی پاتریک پهلوی. بله. آره یادم اومد، به نام پاتریک پهلوی. بله خب. و خوب داشت پیش میرفت. من واسه همونطور که گفتم واسه پاریمارچ و الکسپرس و نوول ابزرواتور و یه عده ماگزین و روزنامه های دیگه مینوشتم و خیلی خوشحال بودم، برای اینکه ارزش خودم بود دیگه، والا ازت بازی نبود دیگه، پول نبود، فقط ارزشم بوده که داشت منو میبرد بالا نوشته ها، و خیلی لذت میبردم از این. و در سال داشت پیش میرفت دیگه، داشتم واقعا یه خبرنگار میشدم، یواش یواش یاد میگرفتم. و البته پاریماش به من یه معلم داده بودن که به من یاد میداد چجوری خبرنگاری بنویسم. خیلی خوب پیش میرفت و اینا، تا سال 1987 نیوزویک یک اینترویو با من میکنه. نیوزویک صفحه آخرش میگه، یه صفحه اینترویو داشت که این مثل اینکه رضا و فره رو دیوونه میکنه. البته از نه از فره صحبت که هم نه از هیچ وقت من از این دوتا صحبت نکردم هیچ وقت، و اگر صحبت کردم به خوبی حرف زدم. یهوی به یهو تمام این روزنامه ها و مجله ها دراشون رو جلو من میبندن و من نمیدونم چرا. جای تعجب، فکرش بکنید شما باز 5-6 نفر دا این کار میکنی یا همه چیز قطع میشه بدون اینکه ربطی با هم داشته باشن، ولی همه با هم غذای دیگه غذای. ولی خب بعضیا سوسیالیست بودن روزنامه ها، بعضیا نه، اون همه غذا غذایی یا پد تاندانس. من اینو ببینم خب نمیرسم از کجا داره میاد، ولی میرسم که یه نوع توته هست دیگه، معلوم بود، ولی نمیرم کیه پشتش. میگم خب چیکار کنم نکنم، یه کتاب بنویسم دیگه، پول در بیارم، به که من دو تا سه تا بچه داشتم، یه زن داشتم، این باید برای اینا غذا بیارم، وظیفه من این بود. درست. یه کتاب مینویسم، باز حرفم راجع پهلوی نیست، اسلام و آینده. آیا کتابم موضوعش این بوده که آیا اسلام با آینده میتونه بسازه یا اسلام فقط یه دین گذشته است؟ به فرانسه. به فرانسه. الاسلام ای اسلام کونتر فوتور. اسلام کونتر فوتور. بعد سوتیتم داشت لا گیر فینی سی وول وله. جنگ پایان جنگ اگر دوست دارید. اگر میخواهید. اگر که این کتاب از توی کتاب فروشی ها جمع میشه. یه دست نامعلی. این کارت من فکر میکنم نمیکنم به خواندن پهلوی مربوط بشه، چون الان کلن در غرب تبلیغ اسلام کردن به گونه خصوصا تحصیلت شخصیتی مثل نواده رضا شاه، تبلیغ اسلام کردن که بخوایم دوباره بیایم ارزش و والور اجتماعی بهش بدیم، نه ایمانی ها، ایمانی یک چیز دیگه است، ایمان مردم برای خودشونه، ولی بخوایم تو جامعه بیارمش سیاسیش بکنیم، این دوچار مشکل میشه، که این دیگه به خانواده پهلوی به فرار رضا ربطی نداره. نه نه، این اتفاقا کتابمو خیلی فرانسوی ها خوب تحویل گرفته بودن که خود فراماسون ها خواستن منو ببینن. درست. نه نه، این فقط رضا و فرح بوده و دوستاشون. دوستا کتابی ها همه جمع آوری شد، یعنی فروش شد به اصطلاح. رفت تا کتاب فروشی ها. خب. و من رفتم ببینم کجا، دیدم یه صبح دیدم مثلا کتابا رو جمع کردم. یعنی پولش نیومد یا اصلا پولش... میزون ددیسیون جمعش کرد؟ نه، میزون ددیسیون نمیدونست کجا رفت. خب باید پولش رو فروش کرده بود دیگه، پولش برگشت. نه نه نه، پولش رو دادن. خب. یا شاید هم میزون ددیسیون با اینا هم بوده، من نمیدونم دیگه. میزون ددیسیون چی گفت بهت؟ به من گفت که ما نمیدونیم چی شده و کتابا غیبشون زده. آه. یعنی به سرقت بردن کتابا. 10000 کتاب. 10000 یا وجود نداره. خب اگه مزون اینجا علی خیلی مهمه. اگه مزون دیدیشون اینو داده پخش کرده به کتاب فروشی ها، یا باید پول بهش بدن یا باید کتاب بدن. اینجا سنت پاخ زونا. لاست پاخ زونا.
Et tu n'as pas suivi ça auprès de maison d'édition. نرفتین با مزن سازمان انتشاراتی ببینی بگی آقا این حرف شما معقول نیست. خب من زیاد تو کارهای خرید و فروش این چیزا که نیستم. آه. اون موقع هم تازه وارد فرانسه. چه سالی بود؟ 1989 مثلا که. 89. آره 89. 11 سپتامبر نشده بود. نه. بالاخره جمع کردن و دیدم که باز عجیب تر. بعد یه قراردادهای با لوی پاولز داشتم، با ژاک اتلی داشتم، اینا همشون قیبشون زد. یعنی لوی پاولز به جایی رسیده بود که میباید یه سفر با فیگارو مگزین بکنیم، این 300,000 فرانک میذاش روی سفر با خبرنگار و عکاس و کامرامان و تمام اینا. یه کاری بوده واسه بچه‌هایی که میفرستن جنگ. آه. که من راه انداخته بودم به اسم Peace for Children. براوه. و میباید بریم، اول میرفتیم سوئد، بعد امریکا و جاهای مخصوص. میباید با اولاف پالمه ملاقات بکنم، بعد میرفتیم روی قبرستان مارتن لوتر کینگ، بعد روی قبرستان گاندی، یه چیز مفصل که یهو این قد شد بدون که بگن چرا. و دیگه هیچ وقت نتونستم لوی پال ویلز رو ببینم. آه. این تکرار شد به بابت چیز دیگه با ژاک اتلی و همینجور. یعنی هر جا که من میرفتم میدیدم این درا بسته میشه، هر کاری که میخوام بکنم درا بسته میشه. اینجا بود که بحران تو شروع شد، بحران زندگی. یعنی بحران که شروع شده بود ولی به جای تنگ رسید، یعنی هیچ پول نداشتیم. چه سالی هستیم اینجا؟ میگه سانسور در رابطه با پاتریک. شما الان برنامه ما رو دارین لایف میبینید روی فیسبوک و روی mehtivi.com. هر از چند اگه 2-3 دقیقه از این برنامه براتون قطع و وصل میشه، شما هیچ نگران نباشید، کل برنامه رو باز از روز دوشنبه دارید که میتونیم ببینیم و بشنویم، هیچ اشکال و ایرادی نداره. خب پس اینجا سال 90-91 هست که کتاب 10,000 جلد جمع آوری میشه علی جان. بله. و شما با یک بحران دیگه که از 7 سالگی باهاش آشنا شده بودی مواجه میشی. دو مرتبه. و وضع انقدر بد میشه که زنم طلاق میگیره. تازه طلاق میگیره. آره دیگه تحمل نداشت. قضا نداشتیم. و بچه ها رو میبره. و من اینجا توی دپرسیون میفتم. کجا رفت؟ سوئیس. سوئیس رفت سوئیس. منم تو دپرسیون مثل سنگی که بره ته چاه همینجوری میفتم. و بیدار میشم، یه گدا شدم توی خیابونهای پاریس. روی نیمکتا میخوابم، تو مترو میخوابم، گدایی میکنم واسه قضا. به این شدت. چه سالی بودی دقیقا؟ 1994. 94. آره. 6 ماه بین ماه مه تا ماه سپتامبر یا اکتبر نمیدونم. این قسمت. خوشبختانه این قسمت سال بود که یکم گرم بوده. درست. یکی زمستون تو خیابون بودن باید وحشتناک. درست. و 6 ماه میمونم تو خیابون تا بالاخره یه تاخ پیدا میشم. این در فرانسه تا آدرس نداشته باشین هیچ کار درست، نه ارمی دارین، نه میتونین حساب در بانک دارین، هیچی. وقتی بالاخره یه آدرس پیدا میکنم، ارمی رو میتونم بگیرم. 10 سال تقریبا، یعنی تا موقعی که رفتم سوئیس یکم کمتر از 10 سال با ارمی زندگی کردم. همینجا با ارمی با 360 اون موقع 60 الان 80 شده، مثل اون زمان هم 60 بود. و مساج میفرد من که من بیکار که نمیشینم. فهمیده بودم که یه کسی منو محاصره کرده و له کرده و این چیزا. یه مساج نامه مینوشتم به سارکوزی، به همه، به پارلمان، به همه جا نامه نوشتم که وضعم اینجوریه، اینجوری شده، جوابی نمی اومد. تا سال 2006 پاییز که میشه، میبینم که توی این جبه پستیم یه نامه ای هست که این یه چیزیه، یه نامه هست که منو در مرکز دسته منو میخوام ریف گوش. 2006. آره 2006.
که من میرم اونجا و... ژاک شیراک رئیس جمهوره؟ نه آره آره با... مادام آلیو مقی سارکوزی سارکوزی مینیستر دولانتریه سارکوزی میز دولانتریه و من به سارکوزی نوشته بودم نوشته بودم که چیزی که برای من اتفاق افتاده نمیدونم چیه ولی غیر عادیه و واسهش همه چیز رو نوشته بودم چندین سال قبل که منو میخوان و یک خیلی خیلی سریع یه خانومی بود کاپیتان پلیس بود اونجا که من یه آقای پهلوی شما رو خفه کردن به خاطر سیاست ما سعی میکنیم کتاب جدیدتون رو به فروش برسونیم به چاپ برسونیم یه کاری بکنیم که چاپ بشه ولی هیچ معلوم نیست کی بتونیم برای این که باید با بالا بجنگیم حالا بالا کجاست و آخرین جملهش این بوده که ولی اگر موفق شدیم شما بدونین که رضا پهلوی و دوستاش را روی کله خواهید داشت مطمئن باشین که اذیتتون خواهند کرد ما کتابتون رو سعی میکنیم به چاپ برسونیم ولی اذیتتون میکنن این حرف این خانم پلیس بوده درست که البته به چاپ نرسوندن دومی کتاب دومی دومی به چاپ نرسوندن و ارمی رو بستن چرا بستن؟ نمیدونم سه ماه بستن که من مجبور شدم برم دیگه بعد از این قضیه بعد از این قضیه سه ماه دیگه ارمی نداشتم و آدم که فقط ارمی داره یه حتی یه هفته دیر بیاد مرده است دیگه برای اینکه شما دیگه پول ارمی حداقل پولیه که در ماه دولت فرانسه تصویب کرده از زمان فرانسوا میتران به انسانهای بیکار پرداخت میکنه و ارمی میگن بله و ارمی که قد شد دیگه واقعا فرار کردم سوئیس و الان پیش یکی از پسرام زندگی میکنم الان با یکی از پسر زندگی میکنی؟ آره پیش کی اسمش چیه؟ یونس یونس چه کار میکنه یونس الان؟ یونس تو کارخونه کار میکنه ماشینا رو رگلاژ میکنه اینا. یونس زنده باشی بابا یونس یاد پاتریک علی پهلوی هستیم نواده رضا شاه تا اونجای رسیدیم که شما کتاب دوم رو مینویسید باز کتاب دوم رو هم نمیتونی منتشر کنی یعنی دسته گفته بود که میکنن ولی خب نکرد چیه تیتر دوم این کتاب دوم چیه؟ هنوز تیتر نذاشتم ولی توی کتابه روی سیتی که دارم روی انترنت درست اونجا هم. چیه سیتی انترنت برای دوستان ما بگو؟ pedezom.org pedezom.org پلش کن P P P A I X D E S H O 2 M E S .org بعد روی صفحه فیسبوک شما این هست؟ نه نذاشتم آیا از صفحه فیسبوکتون به سایت اینترنتیتون میشن میتونن برن راه پیدا کنن؟ آره میتونم صفحه بله؟ اون وقت روی انترنت هم یه کتاب به انگلیسی دارم اون چی اسمش؟ هنوز اسم نداره یه به اندازه یه کتاب نوشته دارم که میخوام بذارم همچنان روی سایتتونه آره در فیسبوک هم علی پهلوی با نام علی پهلوی بزنید جستجو بکنید پاتریک علی پهلوی پاتریک علی پهلوی ولی علی پهلوی هم بزنن میفتن رود میده میده آره یعنی اگه اونایی که میخوان جستجو کنن بزنن چه پاتریک علی پهلوی یا بزنین علی پهلوی تنها علی پهلوی که میاد خود علی هست پاتریک هست و میتونید دوست بشید با پاتریک علی پهلوی و حتی پرسش‌های دیگه‌ای که دارید از هفته آینده که وقتی برنامه تموم میشه مطرح کنید با پاتریک علی پهلوی و پرنس علی پهلوی در تماس بشید حالا این کتاب دوم هم باز مربوط میشه به مسئله اسلام اینها یا باز موضوعات دیگه‌ای رو داره نه کتاب دوم همین کاری که شما کردین تمام زندگیم رو از وقتی به دنیا اومدم تا وقتی از فرانسه رفتم چند سه سال پیش همه چیز توشه همه چیز توشه زندگیمه به فرانسویه به فرانسوی و اینو نوشتم به خاطر اینکه فرح و رضا و دوستاشون انقدر رفتن گهکاری کردن و حرفای تو دهنم گذاشتن که حرفای من نبوده و انقدر این زندگیم رو کرچ کردن که من مجبور شدم زندگی خودم بنویسم و بذارم رو انترنت که مردم بتونن ببینن ولی الان شما اجازه دادین که دیگه لایف بتونن لایف بگن. شما رو میشن خیلی خوبه لایف شما رو میشن ما امشب من مطمئن هستم دوستان و یاران مهربان که این کتاب پاتریک علی پهلوی
کتاب علی پهلوی هم به زودی منتشر خواهد شد، شما در دسترستون خواهید داشت. آیا برای برگردوندن این به فارسی خود شما میتونید کاری بکنید، به فارسی هم در بیاد، یا باید بدید کسی ترجمه کنه؟ اتفاقا یکی در تماسم با در با ایران یک کتابخونه میخواست بگیرتش و ترجمهش بکنه، ولی این اواخر خیلی فوش دادن به خامنه ای اواخر توی فیسبوک و یوتیوب و اینا، و دیگه فکر نکنم که اینا بتونن این کار رو بکنن، که حتما قدغنه دیگه حتما. ولی الان روی محور سیاسی، چون اسم خامنه ای رو آورد، چون شایعاتی همونطور که خودتو گفتی مطرح کرده بودن که شما احتمالاً یک جناح از شما حمایت کرده، نه خود علی پهلوی، شما هیچ یک از جناهای نظام اسلامی رو تایید میکنی؟ با کسیشون هستی الان؟ با یک جناحی کار میکنی نمیکنی؟ یا کل جمهوری اسلامی رو شما رد میکنی و خواهان یک نظام سکولار و لایک برای ایران هستی؟ من ببینین، اسلام من اسلام انفرادیه. تقریباً کل اسلام چه سنی چه شیعه امروز در دنیا من محکوم میکنم، بلکه یه عده‌ای هست که آدم کشن و به اسم اسلام آدم میکشن، و یه عده مسلمان دیگه ای هست که نمیکشن ولی میذارن بکشن. به همین دلیل من اسلام را در دنیا امروز محکوم میکنم و حاضرم بیام سر تلویزیون آیه قرآن به آیه قرآن نشون بدم که اسلام واقعی در دنیا فعلا وجود نداره. خب این نکته بسیار زیبایی بود دوستان عزیز. ما چون زیر فشار پروژکتورها و اینکه پرنس علی پهلوی هم از سفر اومده ایران از سویس تو استودیوی ما خسته است، و بعد امشب باز ساعت 11 شب برنامه دیگه با ایشون به زبان فرانسه میخوایم بریم، باز فردا همین برنامه فارسی رو دوبار خواهیم کرد که باز پیغام های شما روی فیسبوک و جای دیگه هم میگیریم. ولی من خواهش میکنم ازتون که به حرفا همه گوش کنید، یعنی روی فیسبوک که الان تصویر میبینید تا اسم علی پهلوی رو میبینید فوری از نظر نکنید، حتما تمام برنامه رو گوش کنید، ببینید، بشنوید، و بعد پرسش دیگه داشتید مطرح کنید که ما بتونیم فردا با علی جان اینها رو مطرح کنیم. فردا هم سعی میکنیم از ساعت 4 یا ماکسیموم 5 برنامه مونی با ایشون شروع کنیم. یادتون نره که فردا یک مانیفستاسیون بزرگی هم از میدان تروکادرو از ساعت 2 هست در پاریس، و دیروز هم که زادروز زرتشت بود که من زادروز زرتشت رو، جشن نوروز رو، به شما علی جان شاد باش میگم. شاد باش به شما میگم. مرسی. و زرتشت که زرتشت با خنده به دنیا اومد. آفرین. ببین صحبت کن جان، در مورد زرتشت چی دوست داری به مردم بگی؟ یه چیز جالبی هست. شما ببینین، به دنیا اومدن مرحله زندگی خیلی حساسیه. اکثر نوروز در موقعی که ما به دنیا میاییم ایجاد میشه، یعنی تروماتیسمای شدیدی در اون وقت وارد بچه میشه اکثرا، و این میمونه و پایه میشه واسه نوروز بعدی، ریشه میشه واسه درخت نوروز بشر. 30 ساله که دکتر فردریک لوبوایه و میشل اودان یه نوع بچه رو به دنیا آوردن، اختلاع کردن که بچه با لبخند میاد به دنیا، ولی زردوش با خنده اومد به دنیا. و ببین آدم چجوری استقبال میشه وقتی تو این دنیا میرسه خیلی مهمه، وکی اون میمونه. شما اگه خوب استقبال شدین و با عشق و با راحتی اومدین تو دنیا، دنیا یه معنا واسه شما داره. اگه پدرتون رو درآوردن وقتی میایین توی دنیا، دنیا یه معنای دیگه ای داره. و برای من اینی که میگن، حالا فقط داستان یا حقیقت داره، ولی همینی که میگن که زردوش با خنده به دنیا اومد و از پیامبرای دیگه نمیگن، این نشون میده که این تو راه خوب بوده، این دین هر چی بوده، هر چی بوده. و اینکه دنیا جای بدبختی نیست. خداوند ما رو نیافریده برای اینکه گریه کنیم. که شما خودتون ببینید یه خلقتی درست کردین میخواین گریه کنه، خواهید خلقتتون خوشحال باشه دیگه. خداوند هم اونجوریه. و
من همین که زردشت با خنده به دنیا اومد خیلی به من چسبید. زنده باش، زنده باش. مرسی علی جان، چقدر زیبا. ببینید که علی علی‌رغم این که روانشناس است و تحصیلات عالیه تئولوژی و روانشناسی داره، یک هنرمند خوش‌ذوق، یک شاعر هم هست که چقدر زیبا از زرتشت ما گفت. علی جان بسیار ازت سپاسگزارم. یه خداحافظی میکنیم، ولی بعد خداحافظی میخوام برگردم یک پیام بذارم علی برای شما بذاره تا اینکه برنامه 11 شبونو بریم که دیگه علی رو زیاد خسته نکنیم که آمادگیشو داشته باشه برای اینکه میخوام شب زنده داری کنیم با هم در استودیوی دیگه‌مون کنار برجی فله. من علی پهلوی بودیم. پیش از اینکه باز با شما خداحافظی بکنیم و برنامه خواهیم داشت امشب از ساعت 11 شب با پرنس علی پهلوی به زبان فرانسوی، با ما باشید. فردا نیز از ساعت 4 یا 5 شروع خواهیم کرد برنامه دیگه با پرنس علی پهلوی به زبان پارسی. من پیش از اینکه از شما خداحافظی بکنیم میخوام از علی جان بخوام که یک پیامی برای نوروز، برای زایش زرتشت، برای سال نو، برای آزادی ایران، برای هر چی دلش میخواد بگه. برای شما مهربان یارم. من پیام من اول به زنهای ایران میره، برای اینکه این انقلابی که از تابستون شروع شده و انشالله به پیروزی خواهد رسید، خیلیش به دست زنهای ایرانه و من میخوام سلام خیلی اکید به زنهای ایران بدم. دومن به جوانها، آینده ایران دست جوانهاست. پیرا میرن، این پیرای پدرسوخته‌ای که فلان بالا سر هستن اینا میرن، جوونا میمونن و جوونای ایران روشنن، نمیشه گولشون زد، حساب دستشونه و من به جوونای ایران اعتماد دارم، میدونم کار را خواهند کرد و رهبری ما نداریم به جز ملت خودش و نذارین که عروسک هایی که کشورهای دیگه برای شما سوار کردن بیان شما رو سوار بشن. نذارین، خودتون ملت ارباب هستین، واسه خودتون رهبر پیدا خواهین کرد یا دارین فعلا و نذارین که امریکا یا شوروی یا چین یا تمام این گنده ها بیان به شما بگن که چه کار باید بکنین یا نکنین، و اینکه شما تو راه پیروزی هستین. پیام من همین بوده دیگه. علی جان بسیار سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز، شب هم با هم خواهیم بود با پرنس علی پهلوی و فردا نیز با شما خواهیم بود. با ما باشید مهربان یاران عزیز. خدا نگهدار. خب علی